با توجه به مقابله بسیار شدیدی که بین گلوبالیست ها و رهبران مخالف اونها یعنی نتانیاهو و ترامپ امروز در دنیا به یک جنگ جهانی سوم تبدیل شده، در واقع یک درگیری بسیار عظیم سیاسی، سوال من این هست که با بهبود وضع و آرا برای بیبی نتانیاهو آیا باز هم امکانی هست که این گروه در راه تشکیل دولت مشکلاتی را ایجاد کنند و این دور هم باطل باشه یا نه به هیچ وجه امکان پذیر نیست؟ اگه شما در نظر بگیریم در مقایسه با آنچه که در اصل در دو کارزار انتخاباتی دیگر ما داشتیم در یک سال اخیر، به هر حال در وهله اول 33 به هر حال کرسی را از آن خودش داشت، بعد به پایین اومد به 31 کرسی رسید و در حال حاضر به 37 کرسی رسید. 4 کرسی دولت ائتلافی راستگرای خودش رو بتونه ایجاد بکنه و برای بار چهارم صندوق رای. با توجه به وضع فعلی تشکیل دولت جدید تا کی تصور میکنید که مشخص خواهد شد؟ اینو باید در نظر داشته باشید، به هر حال اول از همه حزبی که دارای بیشترین رای رو داشته اون میتونه دولت رو تشکیل بده که به اون حدود 3 هفته تا 1 ماه داده میشه که بتونه دولت رو بیاد و با یک دولت ائتلافی و توافقهایی که ممکنه قبل از این در جبهه راستگرا و چپگرا که ما داشتیم آن رو بیان و ایجاد بکنه. از طرف دیگه اگر موفق نشه این کار رو انجام بده که درست در انتخابات قبلی ما این رو داشتیم، انتخابات اول و دوم میره به گروه بعدی که گروه گنس بود و اون نیز اگر موفق نشه حدود 1 ماه دیگر به اینها داده وقت داده میشه که بتونند دولت ائتلافی ایجاد کنند. ولی در حال حاضر اینطور که دیده میشه و چشماندازی که در نظر هست با اعلام رای هایی که ما میبینیم از 3 جهت یعنی کانال 12، کانال 13 و کانال کان، جبهه راستگرایان و ملیگرایان موفق شدن به 60 از 120 برسند. فقط 1 کرسی دیگر که لازم دارند که بتونن انتخابات رو ببرند و دولت ائتلافی راستگرای خودشون رو ایجاد بکنن بدون اینکه دیگران چوب لاچرخ اونها بگذارن. ولی به نظر من چشماندازی که ما داریم بر این خواهد بود که میتونن دعوت بکنن این گروه ائتلافی از احزاب دیگر که به آنها نیز به این 61 یا 60 کرسی بپیوندن، من جمله حزب لیبر اسرائیل که 3 حزب رو تشکیل میده که در کنار یکدیگر قرار گرفتن. آنچه که شایان و اهمیت هست اینه که قدرت خودش رو اضافه کرده در حوض اعراب اسرائیلی از 13 کرسی به 14 کرسی رسیده و لیبرمن که 6 کرسی رو از آن خودش داشت که بر این بود که به دولت ائتلافی دست راستی ها نپیونده، در حال حاضر هنوز میتونه سرنوشت ساز باشه ولی روی هم رفته با داشتن 1 کرسی دیگر میتونن به آسونی دولت ائتلافی خودشون رو دست راستی‌ها بر ریاست نتانیاهو